یادمه 9 سالم بود و در همین سالونی که شما نشستین توی این صندلی‌های مخملی قرمز من هم نشسته بودم و روی این صحنه نازنین ارکستر فیلارمونیک برلین با رهبری هربرت فون کرایان سمفونی شماره 4 و 5 بتوون را اجرا می‌کردند. برای من کودک شوک عظیمی بود، هم از لحاظ بصری و هم از لحاظ صوتی. البته خیلی متوجهش هم نبودم، همینطوری که موسیقی‌هایی که در خانه پدری پخش می‌شد خیلی بهشون دقت نمی‌کردم. ولی همین موقع بذر موسیقی در دل من شروع کرد به رشد کردن. سپس فرانسه رفتم، وطن اولم یا دومم نمیدونم، به هر حال ریشه تو هر دوتا دارم. ادامه تحصیل در زمینه مهندس هیدرولیک درس خوندم، بازاریابی، دیپلم گرفتم و البته موسیقی همیشه کنار من هم بود. سال 1994 تصمیم گرفتم برگردم ایران برای مدت کوتاهی، ولی هنوز اینجام. اون موقع یکی از مهمترین تصمیمات زندگیمو گرفتم. تصمیم گرفتم در خدمت موسیقی باشم. تصمیم گرفتم موزیسین باشم. چون متوجه شدم که بدون اون نمیتونم زندگی کنم. سلام. قطعه‌ای که الان شنیدین تیتراژ اول فیلم کنعان هست. هدف این قطعه این بود که دست شنونده و بیننده رو بگیره و بهش بگه بیا بشین در سالن سینما، یک داستانی میخوام بهت بگم، یک قصه ای. یکی بود یکی نبود. امیدوارم که الان همچین اتفاقی بیفته. حدود 20 ساله که در خدمت موسیقی هستم و موسیقی هم اجرا میکنم، هم مینویسم برای سینما، برای تئاتر یا برای تبلیغات. شانس بزرگی اینو دارم و افتخار میکنم که موسیقی من هم در میان مردم ایران هست و گوش میدن. وقتی که یه قطعه موسیقی مینویسم یا یک اثر خلق میکنم، سعی میکنم گاهی شادی، امید، عشق، اندوه ایجاد کنم، تصویر القا کنم یا رویا بدم به شنوندم. یعنی من با احساسات آدم ها کار دارم از طریق حس خودم. حس، تخیل، تصور ویژگی های درونی و ناب انسان است که ایشون رو یک موجود شگفت انگیز میکنن. حالا چند تا سوال میخوام مطرح کنم. در روند آهنگسازی یا به طور کل فرایند خلق چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا هنرمند یا خالق ایده‌ای یا چیز جدیدی آدم استثنایی هست یا نه؟ آیا همه ما حس، کنجکاوی، تخیل، تصور، الهام داریم که تبدیلش کنیم به خلاقیت؟ به طور خیلی واضح جوابش است بله، بله، همه ما این توانی‌ها رو داریم و میتونیم در خدمت خلاقیت باشیم. هر کسی به اندازه خودش و در زمینه‌ای که براش علاقه دارد. چون عشق و علاقه محرک اصلی خلق است. اگر عشق باشد، انگیزه هست. انگیزه الهام ایجاد می‌کند و الهام تحریک کننده تخیله. تخیل هم باعث خلق است. عشق، الهام، تخیل، خلق. حالا ببینیم که چه کاری میتونیم بکنیم که در زندگیمون خلاقیت فعالتر باشه، یه زندگی خلاقانه تری داشته باشیم. به طور کل دو تا خلاقیت میشه در نظر گرفت. یکی اسمشو میذارم خلاقیت مطلق
خلاقیتی است که فقط ربط به خالق داره، به هنرمند داره. یعنی اون الهام در درون خودش پیدا میکنه و اون اثری که دلش میخواد سعی میکنه خلق میکنه. خلاقیت دوم اسمش رو میذارم خلاقیت هدفمند. خلاقیتی است که در خدمت یه پروژه‌ای هست که میتونه هنری باشه، مثلا من آهنگساز موسیقی فیلم میسازم در خدمت اون فیلم، یا میتونه تو زمینه‌های دیگه هم باشه که اسمش رو میذارم بیشتر خلاقیتی که یه مسئله رو حل میکنه. میتونه در زمینه‌های صنعتی باشه، اقتصادی باشه. به هر حال توضیحات و تعریف‌های مختلفی از خلاقیت وجود داره و محققان خیلی تواناتر از من راجع به این بحث کردن و نوشتن و من امشب فقط قصد دارم راجع به تجربه خودم با شما صحبت کنم و خلاقیت از دیدگاه تجربه‌ای که تو چند سال اخیر داشتم. برای من خلاقیت اتفاقی است که در لحظه پیش می‌آید و غیر قابل پیش‌بینی هست. هم اتفاق غیر قابل پیش‌بینی، هم لحظه. وقتی که می‌خوام موسیقی بنویسم می‌دونم که موسیقی هست، ولی نمی‌دونم اون ملودی چی خواهد بود، چه فرمی خواهد داشت. اون لحظه هم نمی‌تونم تصمیم بگیرم که همین الان یک اثری را خلق کنم. می‌تونه طول بکشه، اصلا غیر قابل پیش‌بینی هست. چرا؟ چون اتفاق در عرصه ناخودآگاه من پیش میاد. اون موقع خالق یا هنرمند هیچ حضور آگاهانه‌ای روش نداره. مثل یه خوابه، یه خلسه است. از هوشیاری به طور آروم میرسه به این حالت خواب یا خلسه. تو اون لحظه اتفاق ممکنه بیفته. اگر بیدار بشه این جرقه میپره و اون خلاقیت ایجاد نمیشه. الان میخوام یه قطعه برای شما پخش کنم که واقعا هیچ توضیحی ندارم که بگم چی باعث شد که این ملودی رو بنویسم یا این فرم ایجاد بشه تو همچین موسیقی. آفرینش یا خلق مبهمترین و اسرارآمیزترین اتفاقی که در درون آدمیزاد میتونه پیش بیاد. قدمی است به طرف ناشناخته و ناشناخته میتونه ترس ایجاد بکند، میتونه ترسناک باشه. هنرمند یا خالق باید دارای شهامتی و جرأتی باشه که به سمت این اتفاق بره. اصولا هم ناشناخته با عقل یا منطق یا سودمندی خیلی میونه خوبی ندارد. گاهی خلق اگر شامت توش نباشه واقعا خلق نیست. ولی نترسین، خوشبختانه جدا از این لحظه خلق که در ناخودآگاه ما پیش میاد، مرحله های دیگه ای وجود داره که کاملا آگاهانه میشه روشون پرداخت و تأثیر گذاشت. یکی قبل از خلقه، یکی هم بعد از اتفاق خلقه. این سه قسمت قبل از خلق که آگاهانه است، لحظه خلق که در ناخودآگاه ما پیش میاد و بعد از خلق که اونم آگاهانه است، میشه اسمش رو گذاشت روند خلاقیت، Process of Creativity. حالا من میخوام بیشتر راجع به قسمت اول با شما صحبت کنم، چون به نظر من مهمترین قسمته برای اینکه شما برسین به اون اتفاق خلق و خلاقیتتون را فعالتر بکنید. اون قسمت اول فراهم کردن زمینه ایست برای اینکه این اتفاق در بهترین نحو پیش بیاد.
اطلاعات جمع کردنه، خود آماده شدن برای این اتفاق بی اختیار، پذیرا آماده به طور آگاهانه باید پذیرای این اتفاق ناخودآگاه باشیم. مثلا در رشته خودم آهنگسازی موسیقی، وقتی که سفارش موسیقی فیلم میگیرم سعی میکنم هر چه بیشتر موضوع رو درک کنم و حس کنم. سناریو رو میخونم، با خود کارگردان صحبت‌های زیادی داریم که هم داستان رو به من توضیح بدن، هم روی شخصیت‌هایی که تو این فیلم هست با هم بحث بکنیم. اون فیلم خودم چند بار میبینم و برداشت خودم از این اتفاق میگیرم. ریتم فیلم سعی میکنم بسنجم. هرچی اطلاعات بیشتری باشه سعی میکنم بگیرم. مثل یه اسفنج میمونم که حس فیلم، حس کارگردان در درون من بیاد. و حتی هم از کارگردان گاهی میپرسم که مثلا شما چه موسیقی رو همچین فیلمی میبینید؟ چه علاقه، چه سلیقه موسیقیایی دارین؟ تمام این چیزا که به نظر میاد محدودیت میتونه باشه، من سعی میکنم اینا رو تبدیل کنم به این نکته مثبت که جزو اطلاعات این پیش زمینه اتفاق خلق باشه. بعد میذارم که اون اتفاق بیفته. وقتی که اثر انشالله پیدا میشه و هست، میرسیم به قسمت سوم. قسمت سوم یه قسمت فنی تریه، قسمتی که از توان هنرمند یا خالق استفاده میشه برای اینکه این اثری که خلق شده یه بستری براش فراهم بشه که در خدمت اون موضوع باشه. مثلا اون موقع من توی ارکستراسیون میپردازم، میبینم که چه سازی میتونه این موسیقی رو، این تم رو داشته باشه، یا اگر تمی باشه گاهی باید 20 ثانیه مطرح بشه، 30 ثانیه مطرح بشه. سعی میکنم اینو به یه نحوی برسونم که به درد اون موضوعی که هست برسه. یعنی روند خلق یک ترکیبی است بین آگاهی و ناخودآگاهی. اگه ما رو این شناخت بیشتری داشته باشیم و تجربه بیشتری داشته باشیم، میتونیم خلاقیتمون را فعالتر بکنیم و جزو توی زندگیمون بیشتر باشه. حالا میخوام یه استعاره با شما در میون بذارم. سالهاست یا ماهاست که راجبش فکر میکنم. به نظر من تصویر جالبیه که ارتباط بین انسان رو خلاقیت را ایجاد بکنه. تو قسمت اول راجب بذر صحبت کردم، گفتم بذر موسیقی در دل من شروع کرد به رشد کردن، نگفتم کاشته شد. این بذر همه ما داریم در درون خودمون. این بذر همون خلاقیته، یعنی گلی یا گیاهی که نه عطرش میدونیم چیه، نه رنگش، نه شکلش. این گل، این بذر روی زمینه‌ای خاکی داره رشد میکنه که این خاک ناخودآگاه ماست، شخصیت ماست، ناخودآگاه ماست. این ناخودآگاه تشکیل شده از لایه‌های مختلف. قدیمی‌ترین لایه که ریشه‌های شخصیتمون توش هست تاریخ ماست، فرهنگ ماست. لایه بعدی ربط داره به تربیت ما، به سنت ما. اگر مادر پدرم من را نمی آوردم این کنسرت رو بشنم و ممکنه که اصلا موزیسین نمی شدم. و لایه آخر خود ماییم، تأثیری که می تونیم داشته باشیم روی این زمین برای این که اون تغذیه که لازم داره بهش بدیم. پس این زمین، این خاک احتیاج به باغبون داره. این باغبون بازم ماییم، ولی قسمت آگاهانه ماست. یعنی ما هم باغبونیم، هم زمینیم و هم بذریم. این باغبون وظیفه دارد که بهترین نفع به این خاک برسه. صداقت، اصالت، احترام جزو چیزایی که میشه راجبش فکر کرد و بهش رسید برای اینکه زمینه ما بذر بهتری و خلاق‌تری داشته باشه. فیلسوف فرانسوی قرن 18 میگوید il faut cultiver notre jardin.
ما باید بوستان خود را بهش پرداخت، رسید. خیلی ممنون، مرسی.